حقیقتا اون زمان شروع جنگ من دانش آموز ابتدایی بودم، در ابتدای جنگ البته. فضای مدرسه ها طوری شده بود که فکر میکردی وارد پادگان شده، یعنی این شعار دجال بزرگ که میخواستم از همون موقع تو سر آدم ها بکنن تا به چیز دیگه فکر نکنن، تا بتونن به قلب اونا رسوخ بکنن، که البته نتونستن. از همون دوران بچگی من شروع شد، یعنی به جایی که مثلا من تو مدرسه یاد بگیرم که بابا آب داد، به ما میخواستن یاد بدن که الله اکبر کفدار خوناشام نظام رهبر، و اینکه تمام مراسم نظامی توی مدرسه از همون کوچیکی اجرا میشد، یعنی اینکه صبح که میرفتی وارد انگار که وارد پادگان میشدی، حتی از امور تربیتی اون موقع یا از معلمایی که استفاده میکردن یا مدیر مدرسه اگر که خودش دستی تو این جنگ نداشت نمیذاشتنش و تو نمیتونستی حتی کوچکترین اعتراضی بکنی، نه تو و نه خانوادت. بله، از خلال توضیحاتی که شنیدیم و صحبت‌های شاهدان معلوم شد که خمینی چرا به جنگ نیاز داشت و به اون دامن زد و بعد هم اون رو ادامه داد. اما حالا این سوال مطرح میشه که چرا خمینی عراق رو به عنوان اولین هدف برای صدور ارتجای خودش و جنگ انتخاب کرد؟